اینجا شورای حقوق بشر ملل متحد بعد تصویب گزارش دوره‌ای افغانستان می‌پردازد. گزارشی از وضعیت حقوق بشری با یک سری پیشنهادها. نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو از دوام چرخه خشونت، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض جنسیتی، شکنجه، قتل‌های فراقانونی، عدم دسترسی قربانیان به عدالت، کوچ اجباری و مجازات دسته‌جمعی در افغانستان زیر اداره طالبان می‌گوید. او از جامعه جهانی می‌خواهد از همه ابزار در برابر طالبان کار بگیرند، به شمول جرم‌انگاری و آپارتاید جنسیتی همچون جنایت در برابر بشریت، ایجاد راهکار تحقیقی از سوی ملل متحد و دنبال کردن پرونده نقض حقوق بشری طالبان و تبعیض جنسیتی در برابر زنان در دادگاه‌های جهانی. برخی توصیه ها به عنوان عادی سازی یا مشروعیت بخشی حکومت برحال طالبان تفسیر می شوند، در حالی که ما یادآور شدیم این پیشنهادات در تلاش برای حفظ الزامات فرایند بررسی دوره جهانی، باید روشن کنیم که آنها پشتیبانی ما از عادی سازی را بیان نمی کند، بلکه تأکید می کنیم که تعامل باید مشروط و حول محور احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. اینجا برخی کشورها از سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران، به ویژه از قانون تازه امر به معروف طالبان که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدیدی وضع کرده، انتقاد می‌کنند. متاسفانه کابل ظاهرا توجه نکرده است. در عوض قوانین به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر طالبان ضربه شدید دیگر به حقوق زنان در افغانستان وارد کرده است. در حال حاضر صدای یک زن تخلف اخلاقی تلقی می شود. چهره هایشان از دید عمومی و از نگاه کردن به کسانی که نسبت با هم ندارند نهی شدند. ما قدردانی می کنیم که هر سه پیشنهاد ارائه شده توسط اندونزیا از حمایت افغانستان برخوردار است، از جمله لغو کلیه قوانین و سیاست هایی که دختران و زنان را از تحصیلات عالی و متوسط منع می کند، احیای حقوق زنان برای اشتغال و مشارکت منادار در بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش تلاش‌ها که نظام حکومتداری فراگیر با مشارکت تمام جامعه افغان را تضمین کند. در نشست شورای حقوق بشر از نوع برخورد ملل متحد در برابر سیاست‌های طالبان نیز انتقاد می‌شود. ماه گذشته طالبان صدای زنان و چهره زنان را ممنوع اعلام کرد. این شورا برای کمک به زنان افغان چی میکند؟ ملل متحد چی میکند؟ چرا در این جلسه موضوعی در مورد جنایات طالبان در آجنده وجود ندارد؟ چرا در 3 سال گذشته جلسه ویژه برای قربانیان طالبان برگزار نشده است؟ اینجا یونیسف از آنچه که گراف بالای خشونت در برابر کودکان افغانستان میخواند نگرانی میکند و میگوید تخمین زده میشود روزانه یک کودک از اثر مواد انفجاری جان میبازد. 3 سال است که مقامات برحال دختران را از رفتن به مکتب بالاتر صنف ششم منع کردن که بیش از 1.5 میلیون دختر را تحت تاثیر قرار داده و خطر قربانی شدن به ازدواج کودکان و کار کودکان را افزایش داده است. با این حال در تازه ترین مورد آلمان، استرالیا، کانادا و هلند به دلیل آنچه که نقض دوامدار حقوق بشر و تبعیض جنسیتی طالبان در برابر زنان و دختران خواندند، اعلام کردند که پای طالبان را به دادگاه جهانی لاهه می کشانند.